سلام، من سینا ولیوره هستم با برنامه چندشنبه در خدمت شما دوستان و عزیزان. همین اول برنامه بگم تا بچه‌ها پا نشدن برن خدمتتون عرض بکنم که از این به بعد، هفته گذشته البته این کار انجام دادیم، از این به بعد هم لینک یوتیوب برنامه یک روز زودتر در دسترس علاقمندان هست. اونایی که دوست دارن برنامه رو یه روز زودتر ببینن، لینک یوتیوب یه روز زودتر از زمان پخش تلویزیونی برنامه در دسترس علاقمندان هست. از اون بالای صفحه اینستاگرام بندم میتونید به لینک یوتیوب دسترسی داشته باشید. یه چیزایی هست زیر ویدیو این شکلیه، فکر نکنید دارید به من بی احترامی میکنید، من میتونید تا دلتون بخواد از این چیزا به من حواله بدین و من اصلا ناراحت نمیشم. اون پایین زیر ویدیو اینو کلیک بفرمایید، اصلا من ناراحت نمیشم، خوشم هم میاد، دوست دارم اصلا. خدمتتون عرض بکنم که یه سری از دوستان گفته بودن مگه حجم اینترنتی یا بسته های اینترنتی ما چقدر هست که بخوایم لینک برنامه رو از روی یوتیوب تماشا بکنیم. خب قبلا که اشاره کردم راه دیگه‌ای وجود نداره، از طریق تلویزیون که نمیتونیم برنامه رو ادامه بدیم و روی لینک یوتیوب همین بخشی که کوالیتی یا کیفیت ویدیو رو مشخص میکنه اگر روش کلیک بکنید تمامی کوالیتی های مختلف رو در اختیارتون قرار میده، از بالاترین کوالیتی و بهترین کوالیتی تا پایین ترین کوالیتی که میشه 240p و 144p. 144p که پایین ترین کوالیتیه در حد 4 تا ویدیوی تلگرامیه که واسه دوستاتون میفرستین و قشقش میخندین با هم دیگه. یعنی فکر می‌کنم برنامه مورد علاقه تو اندازه اون 4 تا ویدیوی تلگرامی در هفته ارزش داشته باشه دیگه. حالا با وی پی ان و اینا هم دیگه اینم یادتون. خدمتتون عرض بکنم که هرگز تسلیم نمی‌شوم رو دوستان گفتن چرا ادامه نمیدین؟ خب به خاطر اینکه یک بزرگوار دیگه داره تو کشور ادامه میده. اون دوست عزیزی که رفته بودن بالای تخت مرحوم پور حیدری و عکس گرفته بودن، از پشت ازشون عکس گرفته بودن ولی پشتشون و جلوشون خیلی شبیه هم دیگه بود، ایشون به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی هرگز تسلیم نمیخوان بشن و در آخرین اظهارات خودشون در توجیه اون عکس کلیه قوانین فیزیک کوانتوم رو هم زیر سوال بردن. حالا نمیدونم اون لحظه اومدم بپیچم افق زاویه بدن من چجوری شد، حالا صورتم صاف پیچتون افتاده، نمیدونم واقعا. بچه ساکت باشی. پروفسور انیشتین آختن پاختن آنا فارسی بلدین پروفسور؟ از دکتر حسابی یاد گرفتیم، ببخشید دوستی شما رو من فراموش کردم. جانم در خدمت شما است. من تا حالا با این پدیده نه اجازه بدین از بچه‌ها بپرسم. بچه‌ها پروفسور انیشتین میگه با دکتر حسابی نشسته بودیم داشتیم اشکنه می‌خوردیم و پدیده جدیدی رو به نام افق زاویه بدن رو دارن بررسی می‌کنن، تا حالا باش برخورد داشتین؟ پروفسور اینجا هیچ کدوم از بچه‌ها با این پدیده آشنایی ندارن، فکر میکنم این پدیده جدیدیه. نه پدیده جدیدیه. متوجه شد؟ بله قربانشم. بچه ها خواهش میکنم جان هر کی دوست دارید دیگه تا همینجا، یعنی تا افق زاویه بدن دیگه بپذیرید موضوع رو، تا قبل از اینکه تصدیرها رو بنزن گردن اون مرحوم دیگه بیخیال شین، بذارین دیگه قال قضیه کنده بشه. خدمتتون عرض بکنم که هفته گذشته سند دیگه‌ای دال بر بی‌مهری و بی‌عاطفگی این غربی‌ها منتشر شد با پخش یک خبر. لئونارد کوئن سیفون را کشید و خبر مرگش مرد. ببخشید آها، نباید اینجوری بگم، من معذرت می‌خوام، عذرخواهی می‌کنم یه لحظه. زشت، بله عذرخواهی می‌کنم، یه لحظه فکر کردم تلویزیون مثبت 18 خودمونه و من مجری تلویزیون خودمونم، اصلا یادم رفته بود که یک جوانه که بی‌مایه و بی‌سواد در یک تلویزیون معلوم الحالم و محدودیت‌ها رو اصلا یادم رفته. بذارید مدل خودمون بگم. لئونارد کوئن خواننده شهیر کانادایی درگذشت، روحش شاد. بهتر شد؟ به اون خوبی که نمیشه اونا میگن، ولی خب حالا خدمتتون عرض می‌کنم بحث اصلی اینجاست که چقدر بی‌عاطفن این خارجی‌ها، چقدر بی‌مهر و محبتن، چرا وابستگی ندارن به هنرمنداشون. ما انقدر دلبسته و عاشق هنرمندامون هستیم، صبح به صبح که بلند میشن باید روزی سه بار فقط خبر مرگشون رو تکذیب بکنن. در این حد چرا اینقدر بی‌توجهی می‌کنید؟ خدمتتون عرض می‌کنم که حالا ما جبران کردیم، ما تمام بی‌مهری‌های غربی‌ها رو جبران کردیم و همه بچه‌ها حتی اونایی که باب اسفنجی هم نمی‌شناختن دیگه خودشون رو تیکه و پاره کردن تو شبکه‌های مجازی، گیساشون رو کندن، چنگ زدن، به سینه می‌زد، اصلا یک وضعیت فجی. خیلی ها اصلا هجوم برده بودن زیر صفحه برادران کوئن و لئوناردو دیکاپریو، به اونا هم ضایعه از دست رفتن این سینماگر بزرگ رو تسلیت گفته بودن. بچه‌ها سینماگر نبوده که، خواننده بوده. بعد برادران کوئن آمریکایی یعنی کانادایی بوده، اصلا فرق داره. اونا اصلا فامیلیشون هم یه جور دیگه نوشته میشه. لئوناردو دیکاپریو هم که اصلا یه چیز دیگه است.
خدا رحمتش کنه، خدا رحمت. خیلی ناراحت شدیم ما، خیلی خیلی خیلی، خدا رحمتش کنه، یادش بخیر. بس دیگه حالا خارجی واقعا حقم داشتن که یادشون بره این نکته رو دیگه. بعد از انتخاب شدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور، خیلی اصلا مسیر خونه‌شون رو هنوز پیدا نکردن دیگه، چه برسه به درگذشت هنرمندشون. چیزی کاملا محق بود، حق دارن. خب خیلی از دوستان گفتن چرا هفته گذشته راجع به ترامپ و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حرف زدی؟ ترسیدی؟ والا راستش تا قبلش که نمی‌ترسیدم، ولی بعد از هجوم چهارپایان مجازی به زیر صفحه ترامپ و زن و بچه و دخترش و اینا دیگه، خب چهار ستون بدنم مثل دست و پای استخونی طرفدارم مثل بیت داره میلرزه. بابا جون مادرتو نکنی، تو خدا این کارا نکن. این لیونل مسی نیست که جمشید مشایخی رو بفرستیم از دلش در بیاره ها، این دونالد ترامپ، این یعنی اکبر عبدی رو هم بفرستیم نمیتونه هیچ کاری بکنه. این خودش این کار است، دونالد ترامپ خودش به اندازه وزن یک کشور در واقع مجسمه سازی میکنه دیگه، یعنی از عهده اکبر جان هیچ کاری بر نمیاد. خدمتتون عرض بکنم که موج سفرهای پزشکی همکاران کندی چارمز یا آبنبات خانم همچنان ادامه داره، همچنان هر هفته یه سری از دوستان تشریف میارن اینجا و کارهای پزشکی انجام میدن میرن. بچه تو رو خدا، حالا این آخریه دوباره یکی دیگه، یه نفر دیگه اومده، اون یکی که گفتم اسمشون نمیگم، اون نه یکی دیگه که اینم اسمشون نمیگم، تشریف آوردن. ایشون یه مقدارم فرق دارن نسبت به بقیه، برای اینکه کارهای عجیب غریبی هم میکنن، مثلا دو تا دنده خودشونو برداشتن که کمرشون باریکتر شه، این باربی. تو رو خدا نذارید اینا بیان، بچه‌ها بنزه کافی بدآموزی بلد هستن دیگه، دیگه حذف اعضای بدن رو بذارید دیگه، کلا بچه‌ها دماغ رو صورتشون نذاشتن دیگه، حالا مثلا دیگه بچه یا دست و پاشون هم قطع کنن دیگه، نکنه نه نه، یه جوری جلوی اینا رو بگیری نیان. میدونینم چرا بیخود و بیجت اینا زرزت پا میشن میان؟ اون اولیه کندی خانم که اومده بود، چون اینا تو خیابونای خودشون که راه میرن، چون قیافه‌هاشون با مردم عادی فرق میکنه، همه مثلا یه جوری نگاهشون میکنن. اینجا که اومده بودن، چون همه ماشاءالله شبیه هم بودن و اینا مشابه زیاد پیدا کرده بود، خب کسی به این توجه نکرده بود. اینم گفته بود چه معمن گرم و دوستانه ایه، رفته به همه گفته بچه‌ها پاشین بریم که بهشت رو پیدا کردم، همه بریم اونجا. نه نیا، کجا داری میای بابا؟ اشتباه شده، سوء تفاهمی پیش اومده. بچه‌ها من زبانم هم خوب نیست، نمی‌دونم چجوری به اینا بفهمونم که اشتباه دارم میکنم. ببخشید بچه‌ها، ویدیوی آموزش زبان دارین چیزی تو چند ثانیه من یاد بگیرم؟ پخش کنین لطفا، پخش کنین. آیه گوزا هویج سیفون را خواهد کشید. نه نه نه، این که آموزش بی اختیاری زبان بود، آموزش زبان انگلیسی میخوام تو چند ثانیه دارین؟ خب پخش کنید دیگه. هلو تانک هوا چطور؟ وان مور تایم هوا گرم انگلیش های هاو گرم های هوا. یاد گرفتم، یاد گرفتم، الان کامل شد زبانم. صبر کنید. آبنبات خانم، کندی جان، هلو هلو، چیز ایران نو یور خونه، خونه شما نو نو، چیز نیا دونت بیا، یس نیا نیا نیا، چیز درسته اوکی، بچه ها شبیه، بچه ها شبیه، ولی همکار نه نه نه، همکار نه، هم شبیه آره شبیه یس، همکار همکار نه، چیز هوا گرم، هوا گرم، بالا خونه اجاره اجاره رنت بده رنت رنت اجاره، بچه ها شبیه دماغ لبا همکار نه نه دونت بیا نه نه یا نه نو نو ایران گو هوم گو. متوجه شدن دیگه؟ امیدوارم دیگه، خدا رو شکر. خطر بیخ گوشم رد شد، خوب شد من زبان بلد بودم.